ای گایز چه دو نسر سوگنگ به این ویدیو خیلی خیلی خوشی اومدیم. امروز اومدیم با چی؟ توی زای فارسی چرا از بانک ملی خوشم میاد؟ گفت ریدم تو بانک هاتون به زودی همه شون خراب میشن. بانک ملی برگشته گفته ما همیشه بودیم و هستیم و خواهیم بود. این دولت ها هستن که آمدن و رفتن و خواهن آمد و خواهن. برگام چه دیس قشنگی داد. جدی چی میشد همه برندا یه ادمین کول و خفن میذاشتن پشت تمام اکانتاشون؟ چی میشد؟ مثلا من میدونم برای آدیداس اگه بیای یه ویدیو درست کنی تو سوشال مدیا و بیای تگش بکنی میاد و برات چیز مینویسه. برگام ریخت. بعد پوفیوز ما برند ایرانیو پول داده. سک تو دروهت. به خدا قسم میدم راست میگم. یارو پول داده بود که من تبلیغشو بزنم بعد بلاکم کرده بود. اسکول چشو تبلیغ تو بذارم خب خر. بعد تبلیغ برند ایرانیو میکنی حتی دایرکت تو باز نمیکنه لایک کنه ببینه تبلیغشو گذاشتی. پشمام مونده خودم ریختم. چی شده اگه قرار نیست مثل ساناز پیگیره حالم باشی پس بهتر وارد رابطه نشیم. ساناز 347 بار به زنگ زده. من ساناز مریض 347 بار. وای چی کار کردی که ساناز 347 بار بهت زنگ زده؟ وقتی میگی تو رابطه تاکسیک نیست 347 بار بهش کن. بچه ها جدی میگم اگه یه همچین چیزی تو کیف کسی پیدا کردی در نیارید. بگید این چیه؟ این چه چیز باحالیه؟ مخصوصا وسط شرکت چه کوفتیه؟ من فکر کردم از این انگشترهای آب پاش هست. مگه نیست؟ بگی چه کوفتیه؟ اون تو هم چه نه؟ آبرو مونده واسه چه کوفتیه؟ این چیه؟ دقیقا این چیه؟ اونه که مثل من نمیدونن این چیه لایک کنن ما خیلی عقبیم. به شما خیلی کسافت. حاجه من این سلوات شما نیست. جان من بیکیتون بنویسه تو کامنته چیه؟ چیه تو رو خدا بگین؟ نمیدونم چرا ولی دو تا از سایتتون خریدم. اون تو هم که با 14 سال سابقه پزشکی نمیدونم چه لطفاً منم بگید. با 20 سال سابقه زندگی کردنم هنوز نمیدونیم این چه کوفتیه. شیر فرهاد از زمان خودش جلوتر بوده. به خدا قسم الان من اینو پوشیدم میگفتن وای تو لباس نداری و کاردی بی میپوشه میگن واو وات ا فشن. من یه لباس پاره پوره امیری دارم. پدر منو در آوردید می‌خواستید گلریزون رو بندازید من لباس بخرم. بعد آیسا میپوشه میگید واو دیوید کی داخل کنسرتش لباس پاراپوره میشه میگید واو وار فشن. بعد من میپوشم میشم فقیر. ها اصلا من فقیرم. 67 99 74 62 67 27 93 بزن توفو بزن من نه فقیرم. میگی شماره کارت بزن. عکس جدید لانا دل ری و شوهرش واو گاد. چرا جدی خارجی با یه آدم چه خوشحاله. خداییش چجوری یه سریا به هم اصلا نمیان. فکر کنم میخواد با یه معتادم دردی کنه. جدی خدایی اصلا سلنا گومز میره با یکی دیگه اصلا با یه دیواری میره تو راه. اصلا قیافه اینا اصلا مهم نیست. قیافه ایش که نباید مسخره کنی. قضاوت کار خداست. ما فقط مسخره میکنیم. ولی جان من بعضی واقعا به هم نمیان. به خدا نمیان. ما اگه این کارا رو نکنیم ما بغیر قضاوت نکنیم چیکار کنیم پس؟ من میگم ایران درست میشه. همه چی با ساعت 10 دقیقه مرغ همه اوش. دیدی وقتی یه اتفاق میفته مثلا یارو ازدواج میکنه عکس حلقش رو اینجوری میذاره مینویسه I said yes کامنت ها ساعت 10 دقیقه مردم ایرانی بس کن. مبادا گدا معتبر شود. بابا کرخر بفهم درک کن. یه روز عروسیش عکس عروسیش گذاشته. خب دیگه بسم الله رسید روز انتقام. فقط نوست رو رعایت کنید به همه میرسه. پروژه همستری که ما پاره کردیم هممون خودمونا میدونید من خیلی سکه داشتم. بذارید بهتون بگم چقدر سکه داشتم. من 1 بیلیون سکه داشتم یا معادل 1 میلیارد به عدد خودمون. فکر میکنید در آخر چقدر دستم اومد؟
$50. الان دور شروع نکن. وای سوگنگ، با دلار 60,000 تومن الان میشه 3,000,000. ما پول تو وای سوگنگ، تو میدونی چقدر پول میشد؟ تو رو خدا زمان و مکان اون یارو رو هم در نظر بگیر. بله، با 60 دلار، با 50 دلار بابای من 60 سال پیش خونه خرید. الان بهت ماچ هم نمیدن. تو دبی که ما داریم زندگی میکنیم میشه کلا یه نار. واسه همین مشهور کردم با آشپزی کردم. پول ندارم دیگه، من خودم آشپزی کنم، پول نیست. امیرم ایتون اونم قرار شد دیگه حقوقش رو قسطی بگیر. اگه نه حسابت 50 دلار شد. 1,000,000,000 من سکه جمع کردم. 1,000,000,000 سکه خیلیه. شد 50 دلار. اون هم فکر کنم پا قبض آبرق اینا رفت دیاره دیگه. فرض کن شب داری رانندگی میکنی یهو با همچین روحی روبرو میشی، واکنشت چیه؟ راستشو بگو. اول که یه توف میکنم تو صورت کسی که گفت روح ترس داره، جن ترس داره. بعدش یه لباس بشورم سر دعوا. بیچاره لباس نداره. توش اینستا هم داره. چی شده؟ زیر پست روبیکا کامنت گذاشته توش پر از ادعاست. دختراش جان من بنویسید چرا میرید روبیکا؟ میدونم یه سریتون الان میخواد بنویسید وای سگر، خب ما مدارس مجبورمون میکنه که بریم روبیکا. یه سریاتون هم بنویسید که وای اونجا نیم بها و نصف اینترنتمون حساب میشه. اوکی، منطقی بود؟ نه، ولی کجای زندگی ما منطقیه؟ جان من کجای زندگی ما منطقیه که الان یکی برای من نوشته باشه مثلا وای سوی های من میرم تو روبیکا ویدیوتو نگاه میکنم که تو درآمدزایی نداشته باشی ولی من پول و هزینه اینترنت هم نصفه باشه. کجای این قضیه منطقیه؟ ما اصلا کجای زندگی ماها منطقیه؟ تو الان باید بشینی الان این موقع شب تو برام بشینی تنها فیلم مثلا یوتیوب من رو کنی؟ نه، تو الان با میشستی مثلا با یه کسی که دوستش داری میشستید با هم فیلمو نگاه میکرد. جوانایی که همسن ما هستن یارو کل اروپا رو دیده. با یکی صحبت میکردم برم میگشت میگفت وای سرم میخواد واقعا بلنشم بتونم برم آفتاب بگیرم فوراً کنم. برم آفتاب بگیریم؟ شما آفتاب میگیریم؟ با یکی صحبت میکردم دیدم واقعا شبیه گاو داره نگاه میکنه. بعد اونجا بود که مجبور شدم کل پروسه این که یه جوون ایرانی مثل من و تو سفر خارج از کشور نداره و به غیر از کشورش و شهرهای اطراف محل سکونتش جایی رو ندیده براش خیلی عجیب بود. اولش مثل گاو نگاه می‌کردم، بعد عجیب شدم به خدا من اینجا من فقط دبی عمان همین دو جا. الان میدونم تو کامنت داری میسید وای سگن ما همونم ندیدیم. باشه کلی تو یه چی میگم میگی وای من همونم ندیدم. باشه عوضش تنت سالمه، خدا رو شکر کن پدر مادر به این گلی داری. من شما اولین گوشیتون چی بود؟ من 12-0. چرا روی 33-10 کاور دارید میذاشتیم؟ چون به بقیه اصلا آسیب نزد. من ویدیو دیدم یارو اینو گذاشته سر چکش به جای آهنیه اون فلز چکش گذاشته بود میکوبید رو میخ هیچیش نمیشد. این واقعا یه جام گرفت خطرناک بود. شدت و محدوده انواع درد رو مشاهده میکنید. درد بیخوابی، درد بیغذایی، درد بی کسی. من دیروز بود داشتم درباره لیزر کردن تتو با یکی صحبت میکنم، بعد آره گفت آره وای موهای زایدو میزنی انقدر اینجا درد داره، بیکینی درد داره، نمیدونم وای تتو رو بخوای لیزر کنی رو پات باشه انقدر درد داره فلان. به امانه نشستم یکم از دردهای زندگیم براش گفتم که بفهمه درد لیزر درد نیست. بیا بشین بغل یه جوون ایرانی بشین یکم از درداتون تو کامنت ها بگید. یکیش درباره یکیش بگید فقط. مثلا من یکی از دردایی که الان واقعا دارم اینه که خب درآمدی ندارم از سوشال مدیا. بعد 5 سال که کار کردی یهو بیان بکن پریز چرا خونه تو اینجوری بکشن برق بگن دیگه درآمد نداری. حالا خودت یه خود برو یکم شما از درداتون تو کامنت ها بنویسید. زن و شوهرای ایرانی وقتی تفاهم ندارن بیا لاقل یه بچه بیاریم که تو اعصاب اونم برینیم. من اون روان پزشکی رو پیدا کنم که روز اول برگشت گفتش که وای یه بچه بیارید مشکلاتتون رو حل میکنه. دو تا آدم بالغ نتونستن مشکلاتشون رو حل کنن. یه بچه قد گاو نمیفهمه او بیاد مشکلات اینا این دو تا خر رو حل کنه. ایده کدوم خری بود؟ یکیتون تو کامنت ها برگرده بنویسه وای من فردا بزرگترین مشکل و دغدغه‌ام اینه که امتحان دارم درس دارم
به خدا میزنم بلاکت میکنم. جدی گفتم یه جوری حرف زدم مثلا من مدرسه نرفتم، انگار من رفتم همسر نه همین ما، من رفتم پول دادم مدرکمو خریدم. اوه دستتون گرم، مرسی که لیسانس مهندسی عمران رو بهم هدیه دادی. منم هفته صبح مثلا رفتم درس خوندم امتحان دادم، تو کارنامه‌مو نیارم جوری یارو بد نشون ندم، یارو باور نمیکنه ما هم درس خوندیم. خفه شو، حرفش داشت سنگین میشد. چی شده؟ این همه سال گفتم هر گوهی میخوره حداقل خیانت نمیکنه، امروز فهمیدم کل این چند سالو خیانت میکرده. هی ریدم تو وقت زن، شما یه پسر رو نشون بده که خیانت نکنه. بابا چطوره؟ به خدا اینجوری نیست. اینکه یه پسر به شما خیانت کرده دلیل نمیشه همه پسرها خائن جلوه بدین. البته من خودم خیانت کردم، منظورم بخیر آخ شر سرت. ولی واقعا این چیزا درست نمیشه. حالا میخوای بگی وای بیا سویانم تایید که پسرها خیانت کنن؟ نه، منظورم اینه که مثلا کسی که خیانت دیده تو صبحم بیا بهش بگو با همه پسرای مدل نیستن. نه من خیانت دیدم، همه پسرها خیانت کردن. او مای گاد چیکار کنم؟ من یکی دیگه بریدم. من یکی شخصا اینجوری هم دیگه نمیتونم. من دیگه گندایی که یکی دیگه زده خراب کردن، من یکی دیگه واقعا من نمیتونم جمع کنم. اگه دوستش داشته باشی بهش ثابت میکنی. من دیگه نمیتونم، من حال ادامه دادن ندارم. نصف اون به خودم میام، نصف اون رو هم گذاشتم فقط به یکی ثابت کنم آقا همه پسر خیانتکار نیستم، من مثل اون نیستم. ما پسره که سنمون زیاده به خدا دیگه حوصله این چیزها رو نداریم. هم تو دورت پر دختره. اوکی آره، اینا دختره دیگه، اینا همه اینجوری منتظرم من ویدیوم بگیرم برم الان دختر بازی میکنم. باش بسشو بگو با چند تا لاس میزنی؟ خیلی تا صبح دیگه وقتی به این درجه از به اون لول از زندگی میرسی واقعا دیگه حوصله توجیه کردن و توضیح و اینا اصلا نداری. بل کن باش بای شما دیگه خیلی پول داری. ای تو هم صحبت کردم پول قسطی بگیره. ایرانی که باشی خود به خود خلاق میشی. چی شده؟ گفته بوق ماشینم خراب شده، از گوگل بوق دانلود کردم با زب پلی میکنه. دهنت سرویس باریکلا. آفرین. فقط فکر کنم تا بیای بوق بزنی صدا رو پلی کنی قطعا دوبار مالیدی. دو تا از این خلاقیت هایی که انجام دادید یا شنیدید و حتما تو کامنت ها برام بنویسید. جدی من خودم اینجا رفته بودم سری دوش گرفته بودم با دو تا چراغ خواستم اینجا بس بکنم، رفتم پایین گفتم میشه پله به من بدید، من پله ندارم. برگشتن گفتن که گروه تکنسین رو براتون میفرستیم که براتون بده حل. گفتم نمیخوام، یه چراغ میخوام بس کنم، یه پله بدید به من فقط. سری دوش دیگه تکنسین نمیخواد، میخوام یه دقیقه لامپ عوض کنم. چرا همتون چرا خارجی ها این مدلین؟ و اونم اتفاق میکنم نه شما ایرانی ها چرا این مدلی؟ یه ایرانی دیگه هم اینجوری بود، میخواستم دونم گاز خونه رو وصل کنه فلان کنه، اونم میگفت خودم انجام دادم. گفتم چون ایرانی جماعت اینجوری بزرگ شده، ایرانی جماعت خلاق آچار فرانسه، والا ما هممون سرباز به دنیا اومدیم، هممون مجبور بودیم خودمون یاد بگیریم همه چی خودمون درست کنیم. تو خارج باورت میشه اینجا صافکاری بدون رنگ ندارن، کلا اون تیکر رو میکنه مینداز دوری که دیگه میاد وصل میکنه راحت. همون شد رفت. اگه اومدی خونمون به این دست نزن، اگه زدی دستاتو بشور. خیلی گوه و کثافتی بابا، برو بیرون یه هوای به سرت بخوره. کارا چیه؟ کثافت. چرا واقعا نپرسید؟ احساس میکنم پیر شدم، مدت یه دیگه حوصله بحث کردن ندارم. از بین این دو گزینه حق با شماست و یا بسته به شرایط یکی انتخاب میکنم. دقیقا منم همین مدلی شدم، ولی آره منم پیر شدم دیگه. پروفسور آینده این مرزبون بابا بعد شیشه تقسیم رو دو. به خدا قسم من خودم شخصا سر جلسه امتحان مخصوصا استاتیک همه اعداد من دو به علاوه یک هم زدم تو ماشین حساب. انقدر اون موقع فشاروته اینجوری هم که من فقط تو رو میشناسم این ماشین حساب، به خودم هیچ اعتمادی دیگه ندارم. دو به علاوه یک، ببین اینجا شد دو، این دو دو به علاوه یک میشه سه و آخرش نمیدونم چجوری مثلا شتاب و منفی در میافرد. خدایی من به این نتیجه خیلی دیر رسیدم. مثلا یه سری سوال و جواب داخل بحث ریاضی و فیزیک خیلی تابلوه. مثلا نوشته یه جسمی یه ماشینی با سرعت 70 داره میره، شتابش چقده؟ بعد تو منفی در میاری. چه جوری؟ یا مثلا زده یه تریلی با سرعت انقدر داره میره این مسیر رو، بعد مثلا زده بعد از مثلا طی کردن انقدر مسافت 6 کیلومتر 10 کیلومتر چقدر طول میکشه که برسه؟ مثلا زمان چقدر طول میکشه برسه؟ من دو ثانیه.
چجوری با فکر کن اسکول یه دقیقه فکر کن به اون قضیه و خیلی دیر به این نتیجه رسیدم که میشه با یه سری هم این فکر کنی هم به یه سری جواب میده. مای گاد اس البرت اینستاین البرت اینستاین او مای گاد. نه من اینو میگم چون فرهنگ سازی و بومی سازی یعنی این صادر کردن و تبلیغ دین یعنی این. دمتون گرم. یکی از شرکت‌های دانش بنیان داخلی اومده یه قرصی ساخته و اسمش رو گذاشته متوکل و پر امید. ماشاءالله بچه‌ها. الان متوکلورپرامید رو داروی معده که اگه بری دکتر و سکسکت بندم نیاد برای تجویز می‌کنه و یه آمپول می‌زنه تو کونت. همینه. رو خوندی متوکل و پر امید. آره بخورید متوکل و پر امید باشید. سوی انت از کجا میدونی این دارو چیه؟ چون بهش حساسیت دارم میرم دکتر میگم دکتر تو خود برام معده این قضیه رو بهم این دارو بهم نزن. متوکلورپرامید اسم دیگه هم داره. مثلا متوکلورپرامید بری اینجا به یارو بگی نمیفهمه چون اسم اون شرکتی که این دارو رو اومده زده. اینجا بری بگی نمیفهمه. بروش بگی بابا فلان چیز متوکلورپرامید. خب پدرسگ من همونو گفتم. این خیلی خوب بود. هم اکنون صف طویل در پمپ بنزین های فرانسه در واکنش به دستگیری مدیر تلگرام. باورتون میشه یه سری این چیزا رو باور میکنن؟ به خدا میگم یه سری اصلا آدم ها اصلا تو یه فاز دیگه ای از زندگی هن. چنل های تلگرام رو باید بری باز کنی ببین. وای فلانی با فلانی وارد رابط. وای عکس لختی فلانی رو لینک زیر کلیک کن. بعد چنل اصلا کلیک بکن ببین چی میبینی. آموزش تریدینگ اصلا چه ربطی داشت؟ تبلیغات. وای سوگنگ فوت شد. آخرین جملاتش با فرشاد ساکت. اینجا کلیک کن. من میدونی چقدر آدم کلیک میکنه. سوگنگ به ایتا بازگشت. گوه نخور ما خیلی ترش لواشه که توجه کردید وقتی میخواید خیلی رو اون شدت رو بیان کنید هیچ صفتی بهتر از این صفت نیست. اپل میاد پرو مکس میزنه ما فرق داریم. اپل ما با هم فرق داریم. زندگی اکثر پسرا همینطوریه به خدا قسم. بیا همین الان من بیا نگاه اون چمدون اون وسط اینی که داری میبینی قرص ضد حساسیته. اینی که میبینی اسپری آسمه. خدایا اگه من دورم پر دختر بود اگه من الان داشتم مهمونی میکردم چمدون رو وسط حال جمع میکردم. چهار تا آدم میخواست بیاد خونه. پسرها رو واقعا نمیبینن. دخترها بای دیفالت همشون خوشگلن همشون جذابن ولی پسرها رو بیچاره ای واقعا این سری پسرها دیده نمیشن. That's fucking sad. دمتون گرم. مرسی که ویدیو چقدر قور زدم تو این ویدیو. میبینم تو تا بعد. بابای بابای.